به نام یاد خدای بزرگ و سلام مجدد خدمت همه محصلان عزیز، از دهمین جلسه مضمون اصول روابط بین الملل دو در خدمت شما قرار دارم با امید تندرستی و صحتمندی همهتان. در جلسات قبلی در مورد مسائل مختلف و یا تیوری های مختلف صحبت مفصل شد و انشاءالله که در این جلسه بتوانم در مورد مسئله نیولیبرالیزم با شما صحبت نمایم. نیولیبرالیزم همان قسمی که قبلا بنده اشاره نمودم، این نیو به معنای بازگشت به ریشه می باشد. نیولیبرالیزم به معنای بازگشت به ریشه لیبرالیزم که البته اصول کلی حفظ می شود، منتها در جزئیات یک سلسله اختلاف دیدگاه ها و یا اختلاف نظریات به وجود می آید. البته همان قسمی که در لابلای جلسات قبلی و شما در گذشته در مضامین مختلف حتما خواندید، لیبرالیزم بیشتر بر مسئله تجارت، بر مسئله اقتصاد و همچنین طرفدار نظام سرمایه‌داری می باشد، طرفدار تجارت آزاد می باشد، طرفدار نظام اقتصاد سیاسی می باشد، به دنبال بالاخره اقتصاد سیاسی می باشد. البته اینها به نحوه هم می تواند هدف باشد و هم می تواند وسیله باشد. حالا اگر ما اینها را به دنبال به عنوان هدف تعریف نماییم، به زعم لیبرالیزم یا ایدئولوژی لیبرالیزم و یا به زعم لیبرالیست ها، مسائل بازرگانی، تجارتی، اقتصادی و همچنین سرمایه‌داری میتواند بسیار مهم باشد، ولی اگر به عنوان هدف البته مهم باشد، ولی اگر به عنوان وسیله اینها را تعریف نماییم، در حقیقت بازرگانی و تجارت آزاد و اقتصاد بازار و یا نظام سرمایه‌داری هم و همه وسایل و یا ابزاری میباشند که کشورها و یا دولت‌ها برای دستیابی به صلح و توسعه کمک می کند. پس اینها هم هدف می باشند برای کشورها و هم وسیله می باشند از دید البته لیبرالها. لیبرالها به این باورند که مسائل اقتصادی، تجارت آزاد، اقتصاد بازار و همچنین نظام های یا نظام سرمایه داری می تواند که کشورها برای دستیابی به صلح و توسعه کمک کند. البته به همین خاطر می باشد که ما در حال حاضر نهادهای بزرگ تجارتی در جهان داریم که از اینها حمایت می کنند. صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و همچنین بانک جهانی، اینها نهادهای مختلف تجارتی و مالی و پولی در جهان می باشند که در حقیقت از این امر و یا از مسائل بازرگانی و یا تجارت آزاد و اقتصاد بازار و مسائل سرمایه‌داری حمایت می کنند. خب بحث دیگر، البته این مسئله بازرگانی و یا بحث مسائل اقتصادی از دید لیبرالیسم بازرگانی و یا اقتصادی بیشتر تجارتی بیشتر تاکید روی آن می شود. یعنی لیبرالیسم بازرگانی یکی از شاخه های نیو لیبرالیسم می باشد. خب لیبرالیسم جمهوری یا جمهوری خواه به چه چیز تاکید می کند؟ به باور لیبرال های جمهوری خواه، دولت های دموکراتیک بیشتر تمایل دارند تا حقوق شهروندان خود را رعایت کنند و برای جنگیدن با همسایه های دموکراتیک خود چندان متمایل نیستند. خب لیبرال های جمهوری خواه به این باور می باشند که دموکراسی ها علیه همدیگر نمی جنگند. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول دلیل هنجاری و دلیل فرهنگی می باشد، همان قسمی که در گذشته هم صحبت شد. دلیل هنجاری و فرهنگی بدین معنا می باشد که فرهنگ دموکراسی ها فرهنگ جنگ ستیزانه می باشد، یعنی فرهنگ مبتنی بر دیپلماسی، چانه‌زنی، مذاکره، گفتگو و مبتنی بر ارزش های تجارتی می باشد. یک بحث. بحث دیگر که از دید هنجاری البته یا یک دلیل هنجاری و یا فرهنگی می باشد، مسئله
مشترک بودن فرهنگ دموکراسی ها می باشد. دموکراسی ها از دید لیبرال های جمهوری ها در حقیقت دارای فرهنگ مشترک می باشند و این فرهنگ مشترک آنها اجازه به ورود به جنگ نمی دهد. پس بنابراین به دو دلیل دولت ها دموکراسی ها علیه دموکراسی ها نمی جنگند. دلیل اول دلیل هنجاری می باشد. هنجاری به این معنا که فرهنگ دموکراسی ها فرهنگ جنگ جویانه نیست، بلکه فرهنگ صلح طلبانه می باشد. یک بس. بحث دیگر، دموکراسی ها دارای فرهنگ مشترک با دموکراسی های دیگر می باشند. پس این امر منجر به این می شود که دموکراسی ها علیه هم دیگر نجنگند. دلیل دومی ساختار دموکراسی ها می باشند. دموکراسی ها به گونه یا دارای ساختاری می باشند که به قوه مجری آنها صلاحیت تام و یا اختیار ما یا صلاحیت مطلق نمی دهد. یعنی چی؟ یعنی ساختارهایی که در دموکراسی ها حاکم می باشد، آن ساختارها ساختارهای مطلق نیست، صلاحیت قوه مجریه در دموکراسی ها مطلق نیست، قوه مجریه توسط قوه مقننه و توسط قوه قضاییه مورد نظارت و مورد کنترل قرار می گیرد، قوه مجریه از سوی ملت ها مورد کنترل قرار می گیرد، قوه مجریه از سوی پارلمان ها مورد کنترل قرار می گیرد، قوه مجریه از سوی رسانه های آزاد مورد کنترل قرار می گیرد، قوه مجریه از سوی جامعه مدنی مورد کنترل قرار می گیرد. پس ساختار دموکراسی ها به گونه می باشد که قدرت آنها محدود، قدرت آنها کوچک و اگر میخواهند تصمیم بزرگ اتخاذ نمایند باید اجازه ملت خود داشته باشند. اجازه پارلمان به معنای اجازه ملت می باشد. حالا خب آمریکا به عنوان ابرقدرت جهان ما شما میشناسیم و آمریکا هم قدرتی و محدود می باشد. هر کار بزرگی که البته یا تصمیم بزرگی که رئیس جمهور آمریکا بخواهد بگیرد مجبور است تا اینکه رأی کانگریس یا کنگره با خود داشته باشد. پس بنابراین رئیس جمهور آمریکا نمیتواند که هر کاری که خواسته باشد بالاخره خودسرانه دست به عمل بزند. ولی در جز در مسائلی که باز قانون تا اندازه صلاحیت به آن داده باشد. پس قانون به هیچ عنوان به ساختارهای نظامهای دموکراتیک اجازه نمیدهد تا اینکه از صلاحیت خود عدول نمایند، تا اینکه قوانین نقض نمایند و یا بالاخره خطوط قرمز که در قانون پیش بینی شده آن خطوط قرمز نقض نمایند. خب مسئله دیگر یا نوع یا قرائت دیگر لیبرالیسم جامعه شناختی می باشد که به مسئله اجتماع و فرایند وابستگی متقابل میان عناصر اجتماع تاکید می کند. خب در اینجا تاکید شده است با افزایش فعالیت های فراملی افراد در سرزمین های دور به یکدیگر مرتبط می شود و دولت های آنها بیشتر به یکدیگر وابسته می شود. خب لیبرالیسم جامعه شناختی به مسئله پیوند فرامرزی که میان افراد به وجود میاد با آن تاکید می کند. یعنی افراد و شهروندان پیوند برقرار می کنند، رابطه برقرار می کنند با شهروندان کشورهای دیگر. یعنی یک نوع وابستگی متقابل میان شهروندی به وجود میاد یا یک نوع وابستگی متقابل بالاخره فرامرزی میان شهروندان کشورها به وجود میاد. شهروند افغان وابسته می شود به شهروند ایران، شهروند ایران وابسته می شود به شهروند پاکستان، شهروند پاکستان وابسته می شود به شهروند آمریکا و مسائل و از این قبیل. پس بنابراین این وابستگی که میان شهروندا به وجود می آید، این رابطه که میان شهروندا به وجود می آید، حالا چی در بعد خویشاوندی، چی در بعد خونی، چی در بعد بالاخره تجارت، چی در بعد فرهنگی و مسائل از این قبیل، منجر به این می شود که دولت ها بالاخره دموکراسی ها به نحوی از آنها نزدیکتر شوند، دولت ها به نحوی از آنها نزدیکتر شوند و به خاطر این وابستگی متقابل جامعه شناختانه دولت ها متوسل به جنگ نشوند. خب
مسئله دیگری که گفته شده، خب از این جنگ یا دیگر رفتار مقبول برای همه دولت ها افزایش می آمد و در نتیجه یک جامعه صلح‌آمیز بین المللی ساخته می شود. خب لیبرال ها به مسئله اقتصاد بسیار ارزش قائل می شوند و یک از دلایلی که خیلی تمایل به جنگ نشان نمی دهند مسئله پولی آن می باشد، یا مسئله بالاخره هزینه مالی آن می باشد، که این هزینه از دید لیبرال ها بالا می باشد، پس بنابراین دولت ها تمایل بالاخره به جنگ نشان نمی دهند به خاطر که بالاخره هزینه جنگ بسیار بالا می باشد از دید لیبرال ها. خب نهادگرایی لیبرال یا نهادگرایی نیو لیبرال به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران چالش های مهمی برای تفکر ریالیستی و نیو ریالیستی وجود می آورد. ریشه های این قرائت از نیو ریالیزم به تحقیقات همگرایی کارکردگرا در دهه‌های 1940 و 1950. خب مسئله کارکردگرایی به عملکرد دولت ها توجه می کند، به بالاخره رفتار دولت ها توجه می کند، یا به بالاخره به صورت کل به کارکرد دولت ها بیشتر توجه می کند. خب مطالعات همگرایی منطقی دهه‌های 1960 برمی‌گردد. این مطالعات نشان می‌دادند که راه رسیدن به صلح و پیشرفت این است که دولت‌های مستقل منابع خود را تقسیم کنند و حتی به منظور ایجاد جوامع یک پارچه و تقویت رشد اقتصادی یا واکنش به مسائل منطقی بخشی از حاکمیت خود را واگذار کنند. خب این آنچه که در اینجا گفته شد بحث یا مسئله منطقه گرایی می باشد یا ایجاد نهادهای منطقه‌ای می باشد. خب ما در گوشه و کنار کشورهای جهان نهادهای متعدد البته منطقه‌ای داریم که آن نهادها به نحوی با دنبال اهداف نظامی، اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی، اهداف فرهنگی و غیره و غیره می باشد. خب در منطقه ما شما سازمان‌های مختلف منطقه‌ای وجود دارد. افغانستان هم خوشبختانه که عضویت چندین سازمان منطقه‌ای دارد. در بعضی از سازمان‌های منطقه‌ای افغانستان ناظر می باشد و خب و همچنین ما و شما به نحو عضویت سازمان‌های جهانی همچنان داریم. خب حالا خوبی این منطقه گرایی چیست؟ خوبی منطقه گرایی این است که یک نوع تعامل و یک نوع بالاخره تعاون و همکاری میان کشورها برای دستیابی به منافع تعریف شده و یا از قبل مشخص شده به وجود می آید و دولت ها به عنوان گروه می توانند که بهتر عمل نمایند. اما بدی آن چی می باشد؟ بدی آن همون قسمی که در اینجا گفته شده است، مجبوریم که یک قسمتی از حاکمیت خود واگذار کنیم. یعنی چی؟ کدام حاکمیت؟ حاکمیت داخلی؟ نخیر. کدام حاکمیت؟ حاکمیت خارجی. یعنی حاکمیت خارجی ما تا اندازه ضعیف می شود. یعنی چی؟ یعنی اینکه استقلال کشورها تا اندازه ضعیف می شود. بمجرد که یک کشور به یک گروه منطقه‌ای پیوست خورد یا بالاخره پیوست، تا اندازه استقلال خارجی و کشور یا حاکمیت خارجی آن کشور ضعیف‌تر می شود. خب از حالت مطلق حاکمیت از حالت مطلق به یا از معنای مطلق به معنای نسبی تعریف می شود. وقتی که ما عضویت یک نهاد جهانی را همچنین کسب کردیم، حاکمیت مطلق خارجی خود از دست میدیم و حاکمیت بالاخره نسبی خارجی به دست میاریم. پس این بدیه آن میباشد. به همین خاطر است که در مسائل مربوط به افغانستان سازمان ملل متحد مداخله میکند، آمریکا مداخله میکند، ایران مداخله میکند و کشورهای بالاخره از این قبیل. و حالا چی مداخله، چی ابراز نظر؟ خب حداقل همان ابراز نظر که انجام میشود آن هم به معنای مداخله میتواند که تعریف شود. خب بحث بعدی نسل سوم پژوهش نهادگرایی لیبرال، فرامیلگرایی و وابستگی متقابل، وابستگی پیچیده متقابل دهه 1960 بود. کوهن و نای 1972 و 1977، البته اینها از جمله نظیر پردازهایی هستند که در همین سالها به نظیر پردازی پرداختن. خب مسئله ای که البته نسل سوم نهادگرایی بدان تاکید می کند بحث پیچیدگی مطلق و وابستگی مطلق و وابستگی پیچیده متقابل که میان کشورها وجود می آید. خب در گذشته هم بنده به مسئله تار عنکبوت اشاره کردم که از دید لیبرال ها به هر اندازه که روابط دولت ها تبدیل شود به روابط پیچیده مانند
لانه ای عنکبوت به همان پیمانه میتواند به نفع جهان باشد. خب حالا این پیچیدگی در روابط به وجود آمده است. کشورها نسبت به همدیگر روابط مختلفی دارند، روابط اقتصادی، روابط فرهنگی، روابط جامعه شناختانه، روابط سیاسی و مسائل از این قبیل و روابط نظامی البته. پس ما را برین یک وابستگی مطلق و پیچیده متقابل میان کشورها و یا میان دولت‌ها وجود آمده است. این پیچیدگی به نفع دولت هاست از دید لیبرال البته. به هر اندازه که این پیچیدگی مطلق‌تر شود یا این وابستگی مطلق‌تر شود، به همان پیمانه از دید لیبرال ها سوال بیشتر میتواند که تأمین شود. خب در اینجا گفته شده که وابستگی پیچیده متقابل دنیایی را ترسیم میکرد که دارای چهار مشخصه بود. یک، ارتباط روزافزون میان دولت ها و بازیگران غیر دولتی. خب میان دولت ها، یک دولت بالاخره با بازیگران غیر دولتی رابطه برقرار میکند. یک دولت بالاخره با یک سازمان یا یک دولت با یک نهاد فراملی بالاخره رابطه برقرار میکند. این ارتباطی است که میان دولت و یا میان دولت ها و بازیگران غیر دولتی وجود میاد. دو، دستور کار جدید موضوعات بین المللی بدون تمایز بین سیاست و عالی بدانی. خب به این مسئله اشاره میکند که در حقیقت سیاست داخلی و خارجی و نحوی از آنها در امتداد همدیگر قرار میگیرد. سه، شناسایی مجاری متعدد برای تعامل بین بازیگران برای مرزهای ملی. بله، مجراهای مختلفی وجود میآید تا اینکه بالاخره بازیگران مختلف از فرامرزها پیدا نماید و با آنها ارتباط و یا تعامل نشان دهد. و چهارم، کاهش تاثیر نیروی نظامی به عنوان ابزار حکومتداری. خب بله، خب همان قسمی که میدانید، حالا ممکن است که نیروی نظامی به عنوان یک ابزار حکومتداری زیاد مورد استفاده قرار نگیرد، هرچند که هنوز است در دنیا از نیروی نظامی به استفاده می شود. و همین اخیراً بود که یکی از سیاپوستان، شما شاهد بودیم که یا شاهد هستیم که در آمریکا کشته شد توسط پلیس سفیدپوست در شهر میناپولیس، و البته تظاهرات بسیار خشونت‌بار به وجود آمد و دولت مجبور شد تا اینکه بالاخره از گارد ملی برای به کنترل در آوردن اوضاع استفاده نماید. این بدین معنا نیست که نقش نیروی نظامی کم است، ولی خب به هر حال محدود می شود. ولی هنوز نقش نیروی نظامی در چی در سطح داخلی و چی در سطح خارجی دولت ها بسیار متمایز برجسته می باشد. خب نیروی نظامی در سطح یا برای اهداف خارجی سیاست کشورها استفاده می شود. آمریکا از نیروی نظامی خود خب در افغانستان استفاده می کند، در عراق استفاده می کند و در هر کشور دیگری هم که لازم شود ممکن است که در سیاست خارجی خود از نیروی نظامی استفاده نماید. در سطح داخلی هم برای کنترل مدیریت یا وضعیت بالاخره هرج و مرج گونه‌ای که به وجود می آید، بعضی اوقات دولت ها مجبور می شوند که از نیروی نظامی استفاده نمایند. با امید اینکه خسته نشده باشید، البته بحث در اینجا خاتمه میبخشم و ویژگی های اصلی مناظره نیورئالیسم و نیولیبرالیسم انشالله که در جلسه بعدی بدان اشاره خواهد شد. و جلسه امروزی در همینجا ختم شد. با امید اینکه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا جلسه دیگر و تا بحث دیگر، در امان خدای بزرگ باشید.